قسمت دوم برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز رو نگاه میکنین. این برنامه تحت عنوان دنیای درون هست. مهمون این هفته برنامه ما خانم دکتر مریم محبی هستن. ایشون تخصصشون روان درمانی و سکس تراپی است در منطقه تورنتو کانادا. تلفن تماس با ایشون هست 905-597-1622 597-1622 که رو صفحه تلویزیون هم میبینید. در ضمن میتونین با خانم دکتر مریم محبی از طریق ایمیل ایشون تماس بگیرین با ایشون که هستش www.drmohabbi.com mohabbi.com هستش. با سلام و تشکر از شما خانم دکتر مریم محبی. سلام دارم خدمت شما و همه بیننده‌های محترم شبکه اندیشه. مرسی، خیلی ممنون. خانم دکتر اگه ممکنه برای ما اولین چیزی رو که توضیح میدین اینه که سکس تراپیست یعنی چی و چگونه از چه جهتهایی ما میتونیم از یک سکس تراپیست استفاده کنیم و چه انتظارهایی میتونیم از یک سکس تراپیست داشته باشیم. درسته، سوال خیلی مهمیه. والا سکس تراپی یه رشته خیلی جدیده، خیلی نوینه، یه علم خیلی جوانی هستش که به تازگی محققین دارن روش کار میکنن. به لحاظ اهمیتی که داره در سلامت زندگی چه جسمی و چه روانی انسانها، متخصصین به این نشستن که باید به شکل تخصصی روی مسئله سائق جنسی که یکی از نیازهای طبیعی همه ما انسان ها هست، مثل نیاز به آب، نیاز به خوابیدن، آشامیدن، این هم یه نیاز طبیعی هست، باید روش کار بشه. به همین دلیل به شکل علمی یه رشته‌ای رو در نظر گرفتن تحت عنوان رشته سکسولوژی که میاد به رفتار جنسی چه در انسان و چه در حیوان میپردازه و هدفش این هست که بهینه سازی بکنه زندگی جنسی انسان‌ها رو و بفهمه که واقعا رفتار جنسی یعنی چی و اینکه چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه اگر افراد رفتار جنسی درشون با نقصان توأم باشه، چه پیامدهایی داره در پیکره زندگی زناشوییشون، در سلامت فکری و جسمی اونها چه تاثیراتی داره، به دلیل اینکه ما اهمیتش رو داریم میبینیم. ما به راحتی مثال‌هاش رو تمام افرادی که کنار ما دارن زندگی میکنن دارن نشون میدن که به نوعی گرفتار مسائل جنسی هستن، ولی خب این یه تابایی هستش، ما معمولا راجع به صحبت نمی کنیم، خیلی سختمونه، خیلی شرم داریم که به کسی بگیم که ما مشکل جنسی داریم، اطلاعات رو نمی دونیم از کجا به دست بیاریم و این واقعا شاید اولین باره که داره خواسته میشه از عموم مردم که خب آشتی بکنیم با این سائقه طبیعی خودمون و مهربان‌تر بهش نگاه بکنیم. این هم یه سایقیه مثل سایر نیازهای ما که باید دنبالش بریم، باید روش کار بکنیم، باید اطلاعاتمون رو بالا ببریم، باید برای سرمایه گذاری بکنیم به خاطر اینکه پیامدهای منفی رو توش کمتر شاهد باشیم، کمتر شاهد این باشیم که یه زندگی زناشویی به خاطر مسائل جنسی از هم پاشیده شده. یه بسیاری از مسائل بدنی که برای افراد اتفاق میفته به دلیل مسائل جنسی اونها، وقتی ما آمار داریم که بیش از 70% از علت طلاق ها در امروز روز در دنیا علی‌الخصوص در ایران داره به دلیل مسائل جنسی و فقر اطلاعات جنسی مردم اتفاق میفته، واقعا این یک هشداری به همه ما که چه داریم میکنیم، مسائل جنسی رو چرا اینقدر کتمان میکنیم، چرا راجبی صحبت نمیکنیم، چرا دنبال اطلاعات صحیح نیستیم. و به دنبال اون سوال آخری که از من فرمودیم که چه کسانی نیاز دارن پیش سکس تراپیست برن، واقعا من فکر میکنم همه ما نیاز داریم این اطلاعات رو داشته باشیم. متاسفانه سکسولوژی علم بی تعلیمه، رفتار جنسی علم بی تعلیمه، یعنی هیچ کس راجبش تعلیمی به ما نداده. از بچگی شاید همه تعلیمی به ما دادن که چطور بشینیم، چطور غذا بخوریم، آداب معاشرت یادمون دادن، اما انتظار می‌رفته که همیشه همه مادرزادی بدونن رابطه جنسی رو چطوری انجام بدن بدون مشکل. واسه همین هیچ لازم نبوده راجبش کسی اطلاعات
تخصصی در سطح دانشگاه ها مندرج بکنه و مردم بخش بسیاری از جوان ها نادانسته تن به یک رابطه جنسی دادن، مشکلاتی براشون به وجود اومده، اختلالات مواجه شدن، آزمایش و خطا سر کردن یه رفتارهای رو انجام بدن، اما متاسفانه پیامدش این شده که با شکست توأم بشه. هیچ کس نیومده یه گواهی نامه، یه گواهی رو بده، یه تاییدیه رو بده که شما زمانی میتونید واقعا پا به عرصه زندگی زناشویی بذارید که اطلاعات جنسی رو دونسته باشید. و هیچ جوانی اجازه نداره تا زمانی که اطلاعات جنسیش درست نباشه اقدام به ازدواج بکنه. بله. اما متاسفانه ما میبینیم تنها چیزی که توی مراسم ازدواج منظور نمیشه اطلاعات جنسی زوجینه. بله. و این واقعا جای تاسف داره و خب هدف من این هست که انشالله با مجموع اطلاعاتی که دارم سعی میکنم چه از طریق وبسایت، چه از طریق مشاورایی که دارم، از طریق تلویزیون بتونم واقعا این زنگار زدای ذهنی رو برای مردم ایجاد بکنم. تا با شکنی یه روزی میبایست از این جای انجام میشد. من فکر میکنم در جای صحیح ایستادیم برای روشنگری از خانه مردم. بله، پس شما فکر نمیکنین که به دلیل اون شرم و خجالت و اون پایین آوردن یک همچین مسئلهی در جامعه ما، البته در غرب هم هست، هیچکی به قول شما موقع ازدواج سکس تراپی رو اول توصیه نمی کنه بعد ازدواج رو، ولیکن در جامعه ما علل خصوص مملکت خودمون این یک چیز بسیار هاش هاش ساکت، یعنی درباره صحبت نکنین، خجالت می کشن به خصوص دختر خانم ها که درباره صحبت کنن. شما فکر نمی کنین که این اولین درس رو باید به مادر پدرها داد تا اونا بتونن بچه هاشون رو آگاه بکنن از این موضوع، یا اینکه اون شرم و خجالت رو تو بچه هاشون از بین ببرن؟ دقیقاً. خب خودمون پدر مادرها هم محصول یه خانواده هایی بودن که تو اون خانواده هم هیچ وقت مسائل جنسی به راحتی مطرح نمی شده و همه نوعی تفره می رفتن برای اینکه راجبش صحبت بکنن. و اگر هم میخواستن صحبت کنن چی میخواستن بگن؟ وقتی خود اون پدر مادر انقدر اطلاعات ضعیفه که مونده تو رفتار جنسی خودش، یک مرد مثلا 50-60 ساله ای که هنوزم با مشکلات جنسی دست به گریبانه، یا اعتیاد جنسی داره، یا مبتلا به مسئله زود انزالیه، یا مسئله ناتوانی جنسی داره، یا زنی که مادری که خودش هیچ وقت طول زندگی خودش به خوشنودی جنسی هیچ وقت نرسیده، واقعا چه اطلاعاتی داره که بخواد به بچه هاش بده؟ ولی حداقل اگر یه سری منابع صحیح باشن، متاسفانه طبق آماری که ما داریم جوانای ما اولین منبعی که اطلاعات جنسی رو میگیرن گروه همسالان هست. به جایی که از خانواده یواش یواش این راحتی حداقل میبود که اگر سوالی میداشتن از والدین بپرسن هرچند ناقص، میان توی مدرسه با روزنامه ها و مجلاتی که سایر همسالان در اختیارشون میذارن و صحبت های نسنجیده و نپخته دوستان یک چیزایی راجع به مسئله رفتار جنسی میشنون. منبعشون میشه اون فیلم های پورنو که دانلود میکنن و میبینن و فکر میکنن واقعا رفتار جنسی اون چیزیست که توی این فیلم هاست. نه. و واقعیت رفتار جنسی رو نمیفهمن هیچ وقت، وارد رابطه زناشویی میشن و انتظار دارن همون اطلاعات اشتباهی که از گروه همسان گرفتن یه روزی، یا همون رفتاری که در فیلم های پورنو انجام میدادن باید خودشون انجام بدن، چون هیچ کس درهای اتاق خواب ها رو باز نکرده که به اینها واقعا اون چه که صحیحه که در درون این محرمانه ترین محل زندگی انسان و این محرمانه ترین رفتاری که بشر داره رفتار جنسی بیاد صحیح علم رو بهشون بگه. لذا آدماش و خطا خودشون این اطلاعات رو میخوان پیاده بکنن متاسفانه، و غالب موارد اطلاعاتشون غلطه به خاطر که منابع غلط بوده و نتیجهش همین میشه که ناخشنودی و سرکوب جنسی برای خودشونه، برای همسرشونه، و سالیان دراز کوله باری از این مشغولیت ذهنی رو چه زن چه مرد به دوش میکشه تا اینکه خود به خود شانسی
حل بشه یا به فراموش سپرده بشه، و یا اینکه بعد از آن دور قضیه مثلا ارتباط جنسی رو خط بکشه، یا اینکه منجر به متاسفانه طلاق بشه. بله اتفاقا هفته های گذشته ما بیشتر درباره طلاق و بالا رفتن آمار طلاق صحبت کردیم و رابطه های خارج از ازدواج که چقدر روزانه داره بیشتر میشه و ازدواج ها منجر به طلاق میشن به اون دلیل. خوشحالم که اینو برای ما باز کردین که این عامل میتونه عامل مهمی باشه در طلاق، و اگر که اجازه بدین در هفته آینده مزاحم شما بشیم دوباره تا بتونیم سوالهایی که برای ما مطرح میشه رو با شما در میون بذاریم و از نالج شما استفاده بکنیم. خواهش میکنم، با کمال میل. بسیار خوشحال شدم صحبت کردم با اتون و آرزوی موفقیت دارم برای شما و تندرستی برای همه بیننده های شبکه اندیشه. مرسی از لطفتون، متشکرم. شب شما بخیر. شب شما بخیر. خداحافظ. بینندگان عزیز با ما باشین تا لحظات دیگر. بخش سوم برنامه شروع میشه.